سلام رسمین تیوی های دوست داشتنی. دوست نازنینم با فشردن دکمه تنکس من رو به یک قهوه مهمون کن. راستی لایک و سابسکرایب یادت نره. گویا ترکش های مصاحبه خانم گوگوش و هما سرشار تمامی نداره. بعد از افشاگری جنجالی پولاد کیمیایی از خانم گوگوش، این بار شرار دولت آبادی، بازیگر قدیمی که البته خیلی سال از دنیای بازیگری خدافظی کرده و دوست صمیمی خانم گوگوش هم هست، از دروغ‌های خانم گوگوش صحبت کرد. پولاد کیمیایی در حرفاش گفت مادرم در روزهای آخر عمرش میگفت صبر میکردید اول من بمیرم. این بازیگر و فرزند مسعود کیمیایی که در روزهای اخیر دست به افشاگری نسبت به گذشته و پرده برداشتن از نحوه ورود گوگوش به زندگیشون و خیانت اون و پدرش به مادرش زده و در بخشی از صحبتهای خود در واکنش به ادعاهای گوگوش گفت مادرم در روزهای آخر عمرش در غربت و من میگفت اونها که میدونستن من رفتنی هستم حداقل صبر میکردم بمیرم و بعد. اون در ادامه گفت پدرم اشتباه بزرگی کرد. خودش جلوی دوربین خواهد نشست و آنقدر مرد هست که به اشتباهش اعتراف کند. پدرم با همین یک اشتباهش به زندگی من ضربه بزرگی زد. اما مثل گوگوش فرزندش را به چیزهایی که خیلی خیلی کوچک هستند از جمله پول نمی‌فروشد. او درباره گوگوش گفت اسم او را نامادری نمی‌شود گذاشت. او همان زن بابا بود. اون همان زن بابایی بود که در تلویزیون نشان می‌دهند. در واقع اون عقده‌های کودکی‌اش را که از زن بابای خود داشت سر من خالی می‌کرد. اون خطاب به کامیز قربانی فرزند گوگوش گفت تو ناراحتی که همایون مصداقی شوهر مادرت تو را از خانه بیرون کرده بود، اما مادرت دقیقا همین کار را با من کرد. به خاطر اینکه یک شب ساعت 9 به خانه برگشتم به دیدن پسر خاله‌ام رفته بودم. برای گوگوش یادداشت گذاشته بودم و با این وجود اون به من گفت گم شو از خانه‌ام بیرون. پسری تنها را که هیچ کس را در ایران نمی‌شناخت و مادرش را تازه از دست داده بود. گوگوش قوانینی مثل سربازخانه در منزل مقرر کرده بود و حتی غذا را از من مخفی می‌کرد. شرار دولت آبادی هم تو حرفاش گفته که گوگوش به خاطر اینکه من از پولاد کیمیایی حمایت کردم به من زنگ زد و حسابی فحاشی کرد. در ادامه شما رو دعوت به شنیدن حرفای شرار دولت آبادی بازیگر قدیمی و دوست صمیمی خانم گوگوش میکنم. چند وقت پیش اگه خاطرتون باشه یک مصاحبه ای از خانم گوگوش، خانم فائقه آتشین، پخش شد، از مصاحبه‌ای که با خانم سرشار داشتن، هما سرشار، و مسائلی رو شنیدم که البته مدت ها بود یک چیزایی رو در مورد آندره عزیزم باید باتون در میون میگذاشتم نسبت به رفتن خانم گوگوش و کنسرت های خانم گوگوش، که فکر میکنم به عنوان کسی که منظورم آندراس فوت شده و دیگه در این دنیا نیست که صحبتی بتونه داشته باشه با شما، وظیفه خودم دیدم که هم در مورد آندراس صحبت کنم هم در مورد جوابیه هایی که پولاد عزیزم، پولاد کیمیایی، پسر نازنینم در میون گذاشت با همتون و بسیار خوب صحبت کرد و بسیار خوب جواب داد، نکات ریزی رو به زبون آورد، باتون در میون گذاشت. البته من اصولا مخصوصا اونایی که از نزدیک منو میشناسن میدونم من خیلی خودمو توی حواشی نمیدازم، مثلا حوصله این کارا رو ندارم. فکر میکنم انقدر مردمم و مملکتم انقدر دچار گرفتاری هستن که دیگه این چیزای ریز رو نباید هی عنوان کرد که سرمون با این چیزا گرم باشه، باید حواسمون به چیزای دیگه معطوف باشه. اینو کاملا درک میکنم و بهتونم حق میدم. اینجام اگر صحبتی میکنم هم به خاطر حق به حق دار رسیدن طرفداری از احدی نیست، برای اینکه اولا در مورد زندگی خصوصی آدم ها هر کی مربوط به خودشه که چی میگه و چی نمیگه و چی درسته و چی غلط، ولی یه سری چیزها، یه سری مسائل هست که حداقل یه بخشایش که اگه میبینم شاهد قضایا بودم و یا مربوط به آندره میشده باید حتما با تون در میون میگذاشتم. برای همین یه موقع حمله بر بی تفاوتی من نباشه، حمله بر این نباشه که دوستان به من بگین حالا این توی شرایط این مسائل چه گفتنی داره، سرگرم شدن کاملا هم بهتون حق.
قضیه از این قراره. خانم گوگوش توی مصاحبهشون راجب اومدنشون، رفتنشون از ایران گفته بودن و گفته بودن که من در مورد کنسرت خبری ندارم و شاید مسعود کیمیایی خبر داشته. همونجوری که پولاد عزیزم توی ویدیوش گفت اصلا همچین چیزی نبود. از یک سال قبل خانم آتشین از یعنی سال 79 ایرانی 1379 از ایران خارج شدن و سال 1378 من و آندره به منزل ایشون و آقای کیمیایی رفتیم و همون موقع اصلا آندره رو خانم گوگوش خواست که راجبه مسائل کنسرت با هم صحبتی داشته باشن. یعنی از همون موقع صحبت بر این بود که کنسرت برگزار بشه. حالا اگه فیلمی هم قرار بود اونا رو من در جریان نیستم. اختلافی بین خانم گوگوش و آندره پیش اومد. خب خیلی از شما میدونین آندره از قدیم با این خانم کار میکرد، توی بند گوگوش بود و اون سالهای آخر مدیر برنامه خانم گوگوش هم بود. ولی سال 78 که ما منزل ایشون رفتیم راجب رفتن ایشون به کانادا صحبت برای کنسرت های مختلف بود که با آندره صحبت کردن، آهنگ و شعرهایی که داشتن رو برای آندره گذاشتن، آندره شنید و آندره حرفش این بود که اونجا چی از من میخواین اگه میخواین با تون بیام. و ایشون گفتن که آره ما یه تور کنسرت داریم، معلوم نیست چند تا کنسرته ولی احتمالا یک سال، یک سال و نیمه و میخوام شما جزء بندمون باشی و اینکه تنظیم برای ارکستر کنید. خب اون شب تموم شد و گذشت تا اینکه آندره قرار شد با آقای مشفق صحبت کنه و رفتن و صحبت کردن. آندره برگشت گفتش که من آخه باید تعداد کنسرت ها رو بدونم که طبق اون قیمت بدم که چقدر میگیرم و میخواین یک سال در اختیار باشم. این یک سال چند تا کنسرته، چند تا آهنگه، اینا باید مشخص بشه که طبق اون من قیمت بدم. 48 ساعت از این قضیه گذشت و خانم گوگوش زنگ زدن منزل ما. اون زمان پیامگیر منازل اگه یادتون باشه از این تلفن پاناسونیکا بود که نوارو کاست های کوچولور روش میخورد که کاستش رو همچنان دارم. این خانم روی پیامگیر، یعنی یکی دو بار زنگ زده بودن رو پیامگیر رفته بود، قطع کرده بودن. بار سوم یا چهارم بود که پیغام گذاشتن و خیلی بد برای آندره پیغام گذاشتن که تو معرفت حالیت نیست، تو اصلا رفاقت سرت میشه، اصلا تو دوست قدیمی من بودی، نمیدونم حالا تو این شرایط داری حرف از پول میزنی، حرف از تعداد کنسرت میزنی. خیلی خلاصه با لحن بد و الفاظ بد صحبت کردن و پیام گذاشتن که آندره بیشتر ناراحت از این بود که چرا رو پیامگیر خونم. اون موقع هم دختر من کوچیک بود، آنی شاید آره دیگه تقریبا 6 7 سالش بود، 7 8 سال، 6 7 سال این حدوداش بود. ناراحت بود که چرا مسائل کاری و اینا پیامش اینجوری باید رو پیامگیر خونه که طرف بالاخره محیط خانوادگیشه باید پخش بشه. من برگشتم گفتم آندره جان تماس بگیر، خب ببین چیه قضیه، خب بگو منم دارم زندگی میکنم، بالاخره باید بدونم کارم و همه چیمو یک سال اینجا میخوام ول کنم برم اونور، بدونم چی به چیه. آندره گفت اصلا جواب نمیدم. حقیقت آندره اینجوری بود، آندره کلکل نمیکرد با کسی چون اصولا دوست نداشت هیچ وقت کار به شکایت، شکف شکایت، نمیدونم ناراحتی اینا بکشه. فوری فقط ایگنور میکرد، جواب نمیدم. هرچی گفتم بهتره جواب بدی، گفت نه بلش کن. کسی که اینجوری برا من پیغام میگذاره و حرف میزنه و اینقدر حرفه‌ای نیست خودش که بدونه مسائل رفاقتی به کنار، مسائل کار و حقوق چیز دیگریست.
جواب نداده بود. بعد آقای کیمیایی پولاد عزیزم از آندره ناراحت شده بود که آندره رو خواسته بود به آندره، گفته بود آندره تو چرا اصلا قیمت گفتی؟ یه وظیفه ملیه، تو باید انجام میدادی. که آندره هم گفته بود آقای کیمیایی که مسعود جان اصلا این حرف نیست، وظیفه ملی اینا یک طرفه. من سالیان سال پیش دورانی که جوان بودم با این خانم کار کردم، الانم دارم زندگی میکنم. من نه سوپرمارکت دارم، نه به قول معروف درآمدی جداگانه دارم که زندگیم بچرخه. زندگیم از این کار میچرخه. و من وقتی قراره یک سال و نیم بیام از کشور بیرون، باید مشخص باشه چند تا کنسرته، چقدر قراره بنده درآمد داشته باشم، اصلا میارزه من بیام نمیارزه. یه ذره باعث دلخوری بین آندره و آقای کیمیایی شد، که آقای کیمیایی هم ناراحت شده بود از دستش. پولاد جان اینو اگه یادت باشه، تو قاتل اهلی که با هم کار میکردی من به بابا گفتم. که گذشت خلاصه، آندره نرفت. بعد بابک امینی پاش به میون اومد، بابک زنگ زد، بابک امینی منزل ما زنگ زد، به آندره گفت که آندره بیا بریم و اینا. که آندره گفت نه، از من اصلا دیگه گذشته، تو بری، برای تو موقعیت خوبیه و بری و امیدوارم برات شرط خوبی پیش بیاد و بتونی به خوبی کار کنی. که بعد دیگه اصلا کات شد قضیه. و بعد خدا بیامرزه بابک بیات از خانم گوگوش گلگی کرده بود، بهش گفته بود که چرا با آندره اینجوری صحبت کردی، چرا براش اینجوری پیغام گذاشتی. که ایشون هم گفته بود برای اینکه جواب منو نداده و از پول حرف زد. که خدا رحمت کنه بابک بیات انصافا پشت سر آندره، همیشه پشت آندره بود در همه موارد، چون روحیهشو میشناخت. و گفت در هر صورت دلیل بر این نمیشد که با این لحن زشت صحبت کنه. خلاصه این گذشت و اینا رفتن. بعد که توی صحبتهای ایشون در مصاحبهشون هم شنیدم که یه جاش هم گفتن که آره نمیدونستم که این مبلغ پول شامل چند تا کنسرت. معلومه که این شرایط برای خودشون هم پیش اومده و تجربهش کرد. این به کنار، مسئله این که من نمیدونستم قرار کنسرتی از خارج از ایران، این کاملا دروغه. پولاد کیمیایی درست گفت، ایشون از قبل میدونست برای چه کاری داره میره و من به نوعی حق داشتم در این محدوده صحبت کنم براتون، هم به خاطر اینکه سهه روی حرفای پولاد کیمیایی عزیزم بگذارم، چون واقعیت این بود، دروغ زیاد گفته شده بود در این مصاحبه. و اینکه در مورد خود آندرم، چون میدونستم و به گوشم رسیده بود که خارج از ایرانم به همکاران قدیمی آندره، کسانی که از قدیم مثل مارتیک اینا با آندره کار کرده بودن، میدونستیم که این شرایط و این حرف و سخنان اونجا بازگو شده و آندره به بی‌معرفتی محکوم شده. بماند که هیچ کس حرف این خانم رو باور نکرد، چون اصلا آندره آدم بی‌معرفتی نبود. آندره یه آدمی بود که هر کاری از دستش برمی اومد در هر شرایطی برای هر کسی انجام میداد. و در مورد آندره، من زبون آندره نیستم، سخنگوی آندره نیستم، ولی چون آندره دستش از این دنیا کوتاه است، وظیفه خودم دونستم که بیام و در مورد آندره صحبت کنم که حقش پامال نشه. این در مورد این. در ضمن پولا جان، گیتی نازنین از دوستان آندره بود. من سعادت نداشتم ایشون رو از نزدیک ببینم، ولی وصفشون رو خیلی شنیده بودم. آندره بسیار از ایشون تعریف کرده بود. و اینکه خانم گیتی برای خیلی ها شناخته شده است از نظر شخصیه و طبعا اصلا نیازی به این توضیحات نیست که شما بخوای از گیتی باز صحبتهایی بکنی که بخوای
مقصر نبودنش رو نشون بدی همه میدونن چه خبره. مثلا هنریا، کسانی که در تماس بودن از قدیم میدونن چه خبر. همیشه حق به حقدار میرسه. این من همیشه گفتم، همیشه هم قبول دارم. ایتیجاش در بهشت، زنی بسیار با سواد در موسیقی، زنی بسیار با شخصیت، پوری بنای نازنینم. همچنین پوری جان رو میشناسم و بسیار خانم با شخصیت و حرفه‌ای است در کارش، در هنرش و در شخصیتش. ولی ببخشید دوستان و پولاد عزیز، ببخشید که من بعد از مدت‌ها این مسائل رو اومدم گفتم، چون اگه یادتون باشه درگیر اعتراضات و اینا بودیم، درگیر حادثه آبادان بودیم، خیلی وضع روحی من به هم ریخته بود. الانم خب این اتفاقات هست، ولی خب میگم نمیتونستم که بی تفاوت از کنار مسائل بگذرم. الانم بالاخره مدتی از این مصاحبه گذشته و شاید اصلا دیگه لطفی نداشت من این حرفا رو بزنم، فقط از روی وظیفم نسبت به آندره، حق و حقانیتی که باید صحبتش میشد و نسبت به گیتی و نسبت به پولاد عزیزم باید این صحبت ها میشد. پولاد جان، آقای کیمیایی متاسفانه، بله متاسفانه، نمیدونم، چوب دلسوزیشون رو خوردن، بله خیلی اشتباه کردن، ولی خب بالاخره آخر سر روسیایی به زغال میدن. ما برای ادامه فعالیت در کانال رسمینا تیوی به کمک تو دوست خوبم نیاز داریم، پس اگر میخوای خسته نشیم و باز براتون ویدیو تولید کنیم به همون انرژی بدید. حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب و زنگوله رو هم فعال کنید.